با عرض سلام خدمت تمام هموطنان گرامی و عزیزی که وقتتان به اختیار ما میگذارین. امروز روز پنجشنبه از ساعت 6 الی 7 پروگرام ما به وقت کالیفرنیا شمالی است. پروگرام ما پخش زنده است، لایف است. تلفن در اختیار شما دوستای عزیز هست، میتونین زنگ بزنین به برنامه ما و از دوستایی را که در جستجویش هستین معلوماتشان را برای ما بگوین و معلومات خودتان را بگوین تا که بتانیم همکاری کنیم، خدمت باشه برای کل هموطنان گرامی ما. دوستای عزیز، پیش از اینکه برنامه خود شروع کنیم، کار خود شروع کنیم، یک عرض بسیار مختصر خدمتتان عرض میکنیم که امی مرحوم استاد ساربان پیشتر برنامهش در تلویزیون پخش میشد. چون برنامه ما ساعت ما باید به میساعت 6 بجه شروع کنیم پروگرام، این برنامه را بر چند شب ما در خدمت شما اختصاص دادیم که برنامه استاد ساربان به وقتهای مختلف براتون پخش میشه و میتونین که انشاءالله تعالی او برنامه را ببینین. بله، سلام علیکم، برای خط هستیم برنامه جستجوی عزیزان، بفرمایید. بله، برای خط هستیم، بفرمایید. بله، دوست عزیزی که تلفن کردین تلفنتان رخ نشده، میتونین دوباره اثر زنگ بزنین. اما تا که عرض کردیم خدمتتان، برنامه ما برنامه نام برنامه ما هست جستجوی عزیزان. ما اسامی لستای دوستایی را که داریم، چندین نفری که ما در جستجویش هستیم، هر هفته پنجشنبه ها که ما در این برنامه به صورت زنده در خدمت شما هستیم اعلام میکنیم. امیدوار هستیم که دوستایی که به جستجویش هستیم پیدایشان کنیم و ببینیمشان و نمبر تلفن یا آدرس یا مشخصات ازشان به دست بیاریم. میریم یک دفعه اسامی را میگیم، یک دفعه همگی اسامی ها را تکرار میکنیم، انشاءالله باز برنامه را همین رقم ادامه میتیم. جوینده عزیزی که نامشان دلجان هستن، بعد جستجوی دوست عزیز خود هستن به نام دلجان همچنان، که نام فرزندشان نصیب جان است و شفی جان هستک، و نام یک دختر دارن نامشان گلالای جان هستک که محل زندگیشان هم در دانمارک بودک و هستک. احتمالا انشاءالله که از دانمارک همراه ما در تماس شوید و بتانیم که شما را همراه خانم دلجان پس به تماس برقرار شوین. خانم عزیز دیگه همشری ما علیمه جان که نام فرزندایشان عزیز جان و مختار جان است، نام دخترشان خاطره جان و صدف جان که در جستجوی ننو خود می باشند به نام مکی جان. شوهر مکی جان نامش عادل جان است، شهید شده، خدا بخششان. نام پدرش عبدالله جان است و نام کاکایش بسم الله جان است. دو مامایی که دارن، هر دو مامایشان هم شهید شدن، خدا بیامرزشان، دادالله جان و میرالله جان است نامشان. و فرزندش فهیم جان است. نام دخترش نمی فهمیدم، و یک دختر دارن به نظرم، و محلی که زندگی میکردن در ده خدای داد بود زندگی میکردن. انشالله که هر احوال که به دستان برسه به ما زنگ بزنین، ما را در جریان بانین. بله، سلام علیکم، برای خط هستین، بفرمایین. بله، سلام، ما از سیدی زنگ میزنم. از مریم هست، مریم عزیمی. ما کدنهای خدا 30 سال است که گم کردیم. بله. با بقندهات زندگی میکنن که اسمشان نجیب لازمی، سمید لازمی، زرخونه عزیمی، نجیبه عزیمی و عزیزه عزیمی. پدرشان هم به نام سردار عبدالله عزیمی میشناختن. در قندهات بیرن از وقتی که از کابل برامیدیم نگه هیچ با ایشان به تماس نداریم و نمیفهم که در کجا زندگی میکنن. امی اسما را به خاطر که ما یادداشت میگیرم، کوشش کنین که کمک
سلوتر برام بگوین که ما بتونم یادداشت گرفته. نجیب الله جان عظیمی را گرفتم، نجیب جان عظیمی، عزیز جان عظیمی، دیگه نام چی بود؟ زرغونه جان. زرغونه جان درست؟ حمیدالله. حمیدالله جان شما از کجا زنگ میزنین و از سیدنی زنگ میزنم؟ یک دفعه دیگه بگوین. سیدنی استرالیا. استرالیا بله. بخاطر که من یادداشت میکنم شما نمره تلفنتون در اختیار من بانین، من گوشه کمی بردارم. بله بفرمایید. بله درست. بله ایریاکود نداره این امی نمبر از تک همراه ایریاکود درست. پس دست بکر میمونم تانه. شما از خودتان مشخصات دیگه میتونین دادن؟ نام شوهر یا برادر، پدر، مادر؟ من مریم هستم. اصلا پدرم از اینا را بچه کاکایشان میشه که نام پدرم از سلا عظیمی. یک دفعه دیگه بگوین. پدرم از سلا عظیمی درست. یک خوارم از بلقیس، مریم، لیلا و برادرهای ما زوائی، بابای و زبی. ما در کابل زندگی میکنیم. چقدر مدت میشه که شما تماستان قطع شده؟ تقریبا 30 سال. دفعه آخر که دیدین در کجا بود؟ دفعه آخر که دیدیم در افغانستان بود، در کابل، زمان کارمل بود آخرین ملاقات ما. خب از این دوستان نجیب الله جان عظیمی، نجیب جان است، عزیز جان است، زرغونه جان است، حمید الله جان است و پدرشان هم سردار عبدالله جان عظیمی است. درست است نه؟ کدام مشخصات دیگه هم دارین در باره ایشان؟ چرا هم یعنی قد و نه خیلی نه امی برتانه هیچ وقت زنگ نزدن، در کدام شهر دیگه سفر نکدن؟ نمی فهم که در خود افغانستان هستن یا بعدها گفتن که به جرمنی هستن، چون پدرشان با جرمن ها کار میکرد. ما تو فکر دیستیم که از من به جرمنی هستن اما نمی فهمیم. خب مدت 30 سال است که شما ارتباطتان قطع شده؟ بله درست است. قابل عظیمی بسیار کلان بود در افغانستان، اگر اینا بفهمند، چون اونا بسیار خود بودن از ما کردن. بله اینا اگر بیادشان باشه مادرشان که نام مادرشان رو میفهمین؟ نام مادرشان زیاگل جان میگفتن. بسیار خوب. انشالله که اگر در جرمنی زندگی کنن یا در ممالک های اروپایی باشن که اگر برنامه ما را به صورت زنده امروز ببینن یا تکرارش ببینن، انشالله که خودشان بر ما زنگ میزنن و ما هم هر هفته کوشش میکنیم، هر هفته اسما را هم گیره تکرار میکنم براتون. یا جان تشکر. تشکر از شما. خواهش میکنم. تشکر. خداحافظ. بله سلام علیکم، برای خط هستین بفرمایید. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام علیکم، تشکر. شما خوب هستین صاحب؟ بله بله صاحب، ما میشنویم شما خوب هستین؟ بله شما خوب هستین. تشکر، زنده باشین. بفرمایید صاحب، برای خط هستین. دوست ما یه بار دیدم در فکر کنم در کالیفرنیا زندگی میکنه. بله بفرمایید. جواد جان فکر کنم که لاست نیمشان اچکزای باشه، چرا که من تو در کابل که بود. جواد جان اچکزای؟ شما از کجا زنگ میزنید؟ نام خودتون؟ من از ویرجینیا. نام خودتون؟ نام ما با نام اصلی که بگویی من نمیشناسم. با نام نقلی تا بگویی محمود است. محمود جان چون در ما هم سایه بودی؟ بله در کابل. با نام زرگای من نمیشناسم. بله ما در سرک 26 سایمی بامچه ها میشیم، می نمیشیشتم اونا در سرک
ما در سرک 27 ببخشیم. اونا در سرک 28. شما در سرک 27 نام بله. سرک چی بود؟ بله. بله ما در سرک 27 بودیم اونا در سرک 28. نام سرک چی بود؟ 27 و 28. بله نام سرک. سرک ها اوجه نام نداشت. خب نام نداشت. فقط در سید مرمشا می در کارته نو. در کارته نو. ما در سرک 27 بودیم اونا در سرک 28. درست است. از زیالا جان چیز نشانی داره؟ نام برادر، نام پدر؟ نام برادر زبی جان. زبی جان. نام پدرش اسدالله اچکزی. در بانک نمی فهمی بانک پشتمی بود یا کدام بانک دیگه در بانک کار میکرد. در بانک کار میکردن. چی وقت شما تماس دادن قطع شدن برایشون؟ تماس ما در بانستان بیا در ای تقریبا دیگر در 30 سال اطراع میشه. 30 سال. ما تلفن ما بردارم شما امون نمبر تلفن تانا برام لطف کنین. اوکی سعید درست بفرمایید. بله بله بسیار خوب. تشکر از لطفتون که زنگ زدین برنامه را سپورت کردین و انشالله که صدایتون را شنیده باشن. تشکر از شما. رفته از زمین اگر نوره من را میشتمان یا پیغام گرفتن یا هر چیز شد بگوی تورجان و اینا از کابل مدرشان تماس دارم. بله بسیار بگو خواهیش دارم که صحبت کنم یا بیارم انشالله نفونه میتونم مشکل از ویزا گرفتن بله. حتما انشالله که اگر پیدا میشه. تشکر از شما. زنده باشین. شب خوش باشید. چنان صاحب سلام علیکم. با امان خدا. با امان خدا. خدا حافظ. سلام علیکم برنامه جستجوی عزیزان بفرمایید. سلام علیکم صاحب. برای خط هستین بفرمایید. زبایر است از نیوجرسی شما رو واتساپ می‌فرستم. از کجا؟ نیوجرسی. نیوجرسی. درست؟ بله. یک کاکای ماست در کانادا. مدت از 25 یا 26 سال قبل ما تماس داشتیم در کابل. درست و ندیدیمش لیکن اطلاع دارم که در کانادا است. درست. نامشان؟ داوود. داوود جان تخلصشان هم میفهمید؟ تخلص فامیلی مظلومیار میکنن نمیدونم که اونا متخلص نگاه کردن یعنی برای محمد داوود مشهور بودن. بله. نام پدرش غلام سخی است. بله. نام پدر ما که برادرش است محمد زایر است یا ملک زایر مشهور بود. نام برادرشان است دک؟ بله که پدر ما باشم. درست است. دو کاکای دیگه دارم. یکی به نام محمد آصف است که در کابل است و محمد عارف است که در کابل است و سی کاکای دیگه ببخشید و محمد آشد اونا همه در کابل است. کاکای که در جستجوی هستیم داود جان در کانادا است. یک بچه داره به اسم فهیم. فهیم جان بسیار خوب. مدت 26 سال است که در افغانستان که شما سفر کردین یا اونا سفر کردن دیگه ندیدین بعد از افغانستان؟ من شما خود بودم در مکتب متوسطه کاردیسی علاقی اونجا خانه از آبون که به مکتب میرفتم وقت آخره که یادم میاد. بله. از 25 فکر کنم زیادتر شد. دخترشان لینان هم داشت و او هم سینفی ما بودک. درست است. ما تلفن رو میواردارم نمره تلفن رو تانا باز برای ما لطف کنین. چشم بفهمین سر. درست درست بسیار خوب. انشالله که صدایتون هم میشنون و ما هم هر هفته اسامی را تکرار میکنیم تا که با امید خدای خبر خوش به دست همگی ما شما برسه. بله اسم خانمشون سالیه هست اگر ضرورت باشه.
بالکل صحیح است. انشالله صدایتان رو شنیدن. یک چند تشکر از شما. بسیار خوب داری. خواهش میکنم. تشکر از شماست. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم، برای خط هستیم، بفرمایید. پروگرام جستجوی عزیزان. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید، برای خط هستیم. میخوام یک فرخنده خدا که چندین سال است، تقریبا 15 سال میشه که خبرش ندارم و میخوام که امروز برای من پیدا کنیم. بله، چرا نه، هزار دفعه. نامشون چی هست؟ نام سوهیل هست. بله. نام پدرش عبدالوهاب است و دو خورا بودن، 8 برادر. نام خواهرشون رو میفهمین؟ خواهرش نام خودش سوهیلا بود، نام خواهر شکیلا، تو خواهر بودن شکیلا. برادرشون هم نامش رو میفهمین؟ برادرش دیگه آورا به خاطر ندارم، 8 برادر بودن. درست. پدر مادرشون هم؟ پدر مادرش ما یاد بود، پدرش کلاتوز بود، قلعه فتزاد زندگی میکردن. نام شما نمیفهمین از پدر شما؟ نام پدرش عبدالوهاب جان. و نام مادر شما نمیفهمین؟ نام مادرش دیگه یادم نیست. شما از کجا زنگ میزنین؟ من از ویرجینیا زنگ میزنم. ویرجینیا؟ بله. من تلفن رو میبردارم، شما نمبرتان رو برام لطف کنید. بفرمایید صاحب. بفرمایید نمبرتان. درست. یک دفعه دیگر بگوین. درست. خب امیر را تکرار کنید. اثر پیز آمد. بله. 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 بلکل صحیح شد. از خودتان کدام نشانی چیز میخواین بگوین؟ نام نشانه هستم. بله. نخلص توخی. درست. نام پدر محمد بلکین هستم و ما در دیبری زندگی میکنم، در افغانستان، در دیبری. درست. دیگه نام خدا من شخص خورا هست که نام های خورم زرونه، رونه، ناجیه، آشمه، شهلا، شمیم. دیگه دو بلدر بارم، دو بلدر نامش کدیم هست، یکیشون سردار. یکیش سردار هست. اولیش نامشون چی بود؟ برادرتون؟ کریم جان و سردار جان. کریم جان، سردار جان. بسیار خوب، انشاءالله که نمبر تلفنتان است. امیدوار هستیم که امروز صدایتان شنیده باشن، حتی اگر نشنیده باشن هم هر هفته انشاءالله که اعلام میکنیم هم اسامی کل دوستایی را که در جستجویش هستیم. تشکر از شما. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. بله دوستای عزیز، دوستایی که امروز تماس میگیرن اسامی و معلومات هایی که دوستای خود، فامیل های خود میتن برای ما، ما یادداشت گرفتیم و در برنامه صدایشان لایف میشنون. ما هفته سابقه را اسما را تکرار میکنیم و نوبت اگه باشه اینا را هم تکرار میکنیم. بله سلام علیکم، برای خط هستین، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. تشکر، زنده باشین. الحمدلله، شکر. من میخواستم یه خورخنده را پیدا کنم برادرتان، چندین سال است که من عزیزی میشه، از پاکستان که برامدیم دیگه، اسلام آباد زندگی میکردیم، از عباد از من عزیزی میشه. خب نامتون؟ نام من نادره است. نادره؟ بله. در کابل هم در مخابرات یک جای کار میکردیم از ما، بعد از باز پاکستان آمدیم، از پاکستان دیگه ما آمدیم امریکا، آمدیم دیگه من ایخوام که چی شد و کجا رفتم، ایت دیگه چی ندارم، حالا باید ندارم. درست. شما از خود
ما یک معلومات بتین انشاءالله که باز نام خورخنده تانم نشته میکنیم. نام پدر یا هر کسی را که معلومات میتین از طرف خودتان؟ ما دیگه ایتنا به نام خودم میشناختیم. به نام نادره میشناختیم. کارشان بودم و خورخندهشان بودم. درست. چقدر وقت است که تماس نکته شده؟ میشناسن که جواد عدیب میشناسن. دیگه چقدر وقت است گفتین که تماستان قطع شده؟ 12 سال که دیگه خبر ندارم. درست. آخرین بار در کجا بودن؟ در افغانستان بودن؟ اسلام آباد. نامشان چی است؟ نامش محترم ازاد. یک دختر داشت و دخترشون من خبرشون که امریکا آمده. نامش خبرشون زبیر بود. از فامیل موجودی بودن. امریکا آمدن درست است؟ دخترکش امریکا آمد بله. امریکا آمده و خودش خبر ندارم میگه که آمده امریکا من نمیفهمم نامده نام شوهرش هم میفهمین؟ زبیر جان. خب من تلفون رو میوردارم نمبر خودتان رو لطف کنین بر ما باز شالا که در تماس میشیم بفرمایین؟ بله یک دفعه دیگه تکرار کنیم که اشتباه نباشه بله تشکر شما از کالیفرنیا زنگ میزنین از بیریا؟ بله درست است انشالله که صدایتون رو شنیدن یا مشنون و ما انانس کده میریم پناه به خدا تشکر از شما تشکر از تلفنتون خداحافظ سلام سلام علیکم برای خط هستین بفرمایید تشکر صاحب شما خوب هستین بفرمایید تشکر خدا باشیم مصطفی جان صداتون بسیار ضعیف میایه مصطفی جان گفتین بله آه نال صحیح شد از کجا زنگ میزنید از نیوزلند زنگ میزنم خدمتتون گفتم که یکی از دوستای ما بودن در ایران زندگی میکرده تقریبا در حدود 20 سال پیش با نام آجی صاف مایرنکار موتر بودم آجی مدت 20 سال بشه ما خبرشان نداریم مثل که ما بودن که خبر شدیم که کانادا زندگی بکنن اگر شما لطف کنید برای ما بوده در ایران زندگی میکردن؟ ایران زندگی میکنم در شهرستان خاش و ما هم اونجا در پاریشان اونا هم ورکشاپ داشتن ما هم ورکشاپ داشتیم ما ورکشاپ مکانیکی موتر داشتیم اونا ورکاری داشتن بله در اون شهرستان خاش بودین یک جای دیگه بله اونجا بودیم بالا بفرمایید صدایتون نمی مشنم بفرمایید بله ما اگر لطف کنید شما گفتم برای ما از آجی صاحب ساق جان کدام معلومات دیگه داری نام برادر یا فامیل چیزه والا من کمی فهمیدم که خسروبوری آقای ساجیدی بود ساجیدی در نیوجیریا زندگی میکنه در آمریکا و خسروبوراش در کانادا بودن در کانادا بودن خودش مستری بود گفتن نه؟ بارم دیده بشانه در اسلام آباد بود دیده بشانه خب آخرین بار در اسلام آباد دیده نشانه خود حاجی صاحب ساق مستری بودن؟ ویرنکار بودن ویرنکار موتر من تلفون رو میوردارم نمریتان رو برمال لطف کنید خواهش میکنم صاحب میره بانی بفرمایید تلفن درست بله بفرمایید مشنام درست
بعد از دو نمره آخر بگن درست؟ بله یک دفعه دیگه تکرار کنین. بله 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 بلکل صحیح شد. نمره تلفنتون هست انشاءالله. مصطفی جان گفتین نامتون هست درست است؟ بله مصطفی جان انشاءالله که ما اعلان کده میریم. خدا کنه که اگر در کانادا بسیار دوستا هستن شاید امیال پروگرام لایف ببینن شاید خودشان همراه ما در تماس شوند. انشاءالله اسامی را همیشه تکرار میکنیم تا که همراه ما در تماس شوند. تشکر از شما. خدا باشین. خدا حافظتان. خدا حافظ. سلام علیکم. برای خط هستین بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. برای خط هستین بفرمایید. دوست عزیز تلفنتون قطع شد. انشاءالله که دوباره زنگ بزنین. دوستای عزیز وقتی که من نمبر تلفن یادداشت میکنم دمی عین تلفن در دستم است که لاین که میایه یک سیگنال میته و صدای قطع میشه. ما نمبر خواندن شنیدن نمیتونم. به اون خاطر تکرار میکنم که حتما اون نمره تان دقیق نمره رو یادداشت کنم که پس هم به مشکل مواجه نشیم. دوست عزیز دیگه خواهر ما که علیمه جان نام داشتن نام فرزندش عزیز جان و مختار جان است. نام دخترشان خاطره جان و صدف جان که از شهر تکساس همراه ما تماس شدن در جستجوی ننوی خود دختر ننوی خود می باشن که نامش مکی جان است. نام شوهرشان عادل جان است. نام پدرشان عبدالله جان است. نام کاکایش بسم الله جان و نام دو مامایش شهید شدن خدا بخششان دادالله جان و میرالله جان است. نام فرزندش فهیم جان. نام دخترش که یک دختر داشتن نامش نمیفهمند در شهر ده خدای داد زندگی میکدن. امیدوار که برنامه ما را ببینین و دوستایی که میشناسیشان همراه ما در تماس شوند و یک معلومات از این دوستا به ما بتن. خواهر عزیز دیگه ما که گلقاتای جان نام دارن با جستجوی همسنفی خود هستن آزاده جان که در کابل هم صنفی بودن در لابراتوار درس میخواندن در وزیر اکبر خان. انشاءالله که آزاده جان همراه ما در تماس شود چون معلومات زیادتر نداریم ازشان. برنامه ما را اگه میبینین با تلفن استادیوم زنگ بزنین و نمبر خود یا آدرستان با ما بگوین که در کدام شهر زندگی میکنین. همچنان همشهری ما گلقاتای جان در جستجوی دوست دیگه خود هستن به نام شمیم جان که دارای 3-4 خواهر می باشن و در مکتب آریانا هم صنفی بودن. جوینده از دیگه ما به نام محبت به جستجوی دوستش هستن به نام قدسیه جان. نام فامیلیشان صحاب هسته که محل زندگیشان در کابل بوده و نشانی هم در کارته 4 آرایشگاه داشتن. دیگه امیدوار که اگر قدسیه جان صدای ما را میشنون یا دوستا فامیلایی که پروگرام ما را میبینن قدسیه جان را میشناسن با ما در تماس شوید. سلام علیکم. برای خط هستین بفرمایید. بله سلام علیکم. برای خط هستین بفرمایید. بله دوست عزیز میبخشین تلفن هایتون اگر قطع میشه. بعضی وقتا ما تال میتونم فکر میکنم که از شهرهای خارج اگر زنگ بزنین وقت میگیره که تا تلفن رخ شوه. به مو خاطر من کمک تال میتونم که اگر از خارج هسته بتونین شما تماستون برقرار شوه همراه ما. جوهندی عزیز دیگه ما خواهر ما به نام فهیمه جان هسته که نام فامیلیش امین است. نام پدرش محمد زبی جان است. نام برادرایش ممتاز جان، یاسین جان، محسن جان، رحیم جان، نسیم جان. نام خواهرش نسرین جان و قمر جان هستک که مدت 30 سال پیش در مزار شریف برادر خود تماسشان همراه برادرشان قطع شده به نام سلیم جان که بعد از مدت 20 سال بعد که 10 سال پیش میشه یک قطع خط برای فهیمه جان روان کردن از کویت. انشاءالله که سلیم جان اگر برنامه ما را مشاهده میکنین
نام پدر محمد زبی جان هستک، نام مادر شیرین گل یا رحیمه جان هستک. نام مادر شیرین گل در خانه صدا میکردن احتمالاً، و نام اصلیشان رحیمه جان هستک. و نام خواهر نسرین جان و قمر جان پیشتر یاد کردیم در شهر کویت. انشاءالله که برنامه ما را مشاهده میکنین، اگر کسی اطلاع داره به ما خبر بدین. تشکر. جوینده عزیز دیگه ما که نام خدا نگفتن و به نام به جستجوی دوست خود غلام سردار زاره می باشن. بله سلام علیکم، برای خط هستین بفرمایین. بله بفرمایین، برای خط هستین جستجوی عزیزان. بله صدا برتان می با جستجوی دوست خود غلام سرور جان زاره هستند که مسئول محاسبه در امور عسکری بودند. مدت 13 سال است که خودشان و فرزندشان اونجا کار میکردن و تماسشان قطع شده. بله سلام علیکم بفرمایید. بله بله بفرمایید، برای خط هستن. دوستایی که زنگ میزنین تلفنتون قطع میشه، نمیفهمم که مشکل از طرف شماست یا چی رقم، یا از خارج زنگ میزنین. ما تلفن تال میتونم تا که ببینیم اگر رخ شوه. جوینده ایز دیگه که نامشان محمد شفی جان هستک، به جستجوی کاکای خود میباشن به نام استاد الف محمد جان. استاد الف محمد جان نام برادرشان دوست محمد و نام دیگر برادرشان محمد ناصر و محمد قاسم است که خودشان هم قهرمان بوکس هستند و بودند و در جرمنی مدت 35 سال است که در جرمنی زندگی میکنند. استاد محترم الف جان، اگر ما را برنامه ما را از جرمنی شما در این وقت و ساعت به پخش زنده مشاهده میکنین، لطفاً با ما در تماس شوین که محمد شفی جان در جستجوی تان هستک و مدت 10 سال است که از شما احوال نداره. انشاءالله که امرای ما در تماس شوید و ما بتانیم که از شما یک نشانی بگیریم. بله سلام علیکم، برای خط هستین بفرمایید. برای خط هستین بفرمایید صاحب. بله بله تلفن رخ نمیشه. جوینده عزیز دیگه که به نام قمر جان و نام شوهرشان دکتر صاحب سرور جان هستک، در جستجوی زیاگل جان هستن که نام شوهرشان رعوف جان است و یا گل آقا در خانه صدایش میکدن. نام فرزندایش فرهاد جان، وسی جان، صبور جان، ناصر جان، سمیر جان هستک. نام دخترشان هم فهیمه جان است. محل زندگیشان هم در هالند زندگی میکنن. اگر شما ما را از هالند به این برنامه ما را مشاهده میکنین و ما را میبینین، لطفاً با ما در تماس شوین. دوستای عزیزی که چند دفعه زنگ میزنن، من فکر میکنم که از خارج از کشور هستک و مشکلات رخ میشن، من تلفن آن میمونم برشان انشاءالله که اگر تماسشان برقرار شد. دوست عزیز دیگه ما که به نام حمید جان زنگ زدن، در جستجوی دوست عزیز خود می باشن به نام آرون جان. آرون جان نام فامیلیشان سیف الله جان است. نام برادر آرون جان جلال جان است و میرویس جان دو برادر دارن که از 4 سالگی همراه حمید جان همسنفی بودن و مدت تا 13 سالگی را. بله سلام علیکم، برای خط هستیم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم صاحب. خوب هستین؟ زنده باشین. شما خوب هستین؟ خیلی خیر. زنده باشین. الحمدلله شکر. بفرمایید. در خط هستین. در جمعه باشه ما در جستجوی برادر خود عبدالرزاق بابا کرخیل هستم که در ایران زندگی میکنم. مدت 25 سال است که کدام احوال شانه ندارم. خب شما خواهی نام خودتان رو بگویم بیزامت؟ نام عبدالصبور بابا کرخیل. عبدالصبور؟ بله. لست نیمتون؟
بابا کرخیر. از کجا تماس میگیرین شما؟ ما از فریمانت. فریمانت در ایران بودن گفتین برادرتان؟ بله. چند سال پیش؟ 25 سال پیش. 25 سال پیش. نام برادرتان؟ عبدالرازق بابا کرخیر. کدام نشانی دیگه هم داره؟ نام پدر، نام نام پدر، نام پدرم چه عبدالخالق بابا کرخیر. عبدالخالق جان 20 سال شده گفتین شما، 25 سال شده که در ایران زندگی، شما در ایران زندگی میکردین؟ امرای شان نه خیر، من در ایران نبودم، امرای فامیل من تا سال درکش معلوم نیست. آخرین بار در کجا دیده بودین شان؟ در افغانستان بودن امرای تان یا در کدام شما؟ بله در افغانستان. در افغانستان. از کارش کدام نشانی دارین که چی کار میکردن، چی کار بلد بودن، وظیفه شان چی بود؟ در ریاست عمومی مواد نفتی کار میکرد، در انصارات. انصارات، بسیار خوب. من تلفن میواردارم، نمره تلفنتون رو باز بر ما لطف کنین. بله بفرمایید. درست؟ بله بله درست درست، بلکل صحیح شد. انشالله که صدایتون اگر شنیده باشن یا در ایران اگر باشن، برنامه را ما همیشه تکرارشون پخش میکنیم که برنامه نام خدا به بسیار مدت کم بسیار طرفدارای زیاد پیدا کردن. انشالله که میبینن همراه ما تماس میشن. بله، تشکر برادر از حسن نیتتان، از همکاریتان. تشکر از شما، زنده باشه. تشکر، خداحافظتان. بر شما همچنان تشکر، خداحافظ. بله دوست عزیز، اسامی هایی که میخوانیم هفته های قبل است، دوستایی که به جستجوی فامیلا و دوستای خود میباشن. برنامه امروز که همگی گوش کرده را ایست، این برنامه را تا پیش از اینکه برنامه خلاص شد، اگر وقت بود ای اسامی را براتون تکرار میکنم، اگر نبود در هفته آینده هر هفته انشاءالله تکرارش میکنیم. و جوینده عزیز دیگه ما به نام ساحل جان که لست نمیشان قیاسی استک، به جستجوی دوستشان است نجیبه جان که نام شوهرشان محمد امین استک و نام فرزندشان مسعود جان، نام دخترشان مریم جان، در مکتب بی بی عایشه سرمعلم بودن. بله سلام علیکم، برای خط هستین بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام جان، سلام علیکم. تشکر، شما خوب هستین؟ تشکر از برنامه شما. زنده باشید. آیا لایف هستی؟ لایف هست برنامه. بله بفرمایید. تشکر. من میخواستم یک مامای ماست تقریبا 15-16 سال شده در ایران بود، دیگه از معلومات نداریم. باز ما گفتم از امو نام ما میشه بیتم اگه یک دفعه میشه که اونجا باشه. بلکل صحیسته. نام خودتون؟ نام خودتون چی هست؟ نام خودم چی هست؟ صدیقه. صدیقه؟ صدیقه جان. نام مامایتون؟ نام مامای زنگ بخش است. نام بیادرش که مامای دیگه نست نبی است. دیگه نام خوارش که خالد میشه یکیش فاطمه است، یکیش نیک بخش. نام خوارشان میشه نه؟ خوارش خواهد بلی من خاله میشه بلیش خوار میشه. چی بود نامشان؟ نام خالدتان چی بود میبخشن؟ نام خودم؟ خالدتان. نام خالدم یکیش نیکبخت، یکیش فاطمه. نیکبخت جان و فاطمه جان. فقط همین مامایم که چیست اونمی نامش گوست نامش حسین بخش است. حسین بخش هست، یعنی نام باشه، نام فامیلیش یکی بچه هم داره، زن بچهش در افغانستان هست، دیگه خودش در ایران دفته بود، دیگه
چند سال خو مردم دیده بود بعد از اون گم شد دیگه ندیده کسی. چند تا بچه داره؟ یک دانه؟ یک بچه داره. نام بچهشون چی هست؟ نام بچهش والا یادیم رسته، نام زنش راضی هست. مدت چقدر وقت است که از افغانستان رفتن و شما تماس تان قطع شده؟ 16 سال میشه. درست. از خودتون شما از کجا زنگ میزنید؟ ما از زیان زنگ میزنیم. و نام پدرتان، نام برادر، چیز مشخصاتتان رو بر ما میتونید داده؟ نه، خب این نام خود مامان، نام برادرش، نام خواهرش، این چیز رو گفتم. صحیح است، بله. نام خود من خیلی خوانداده شدتم، نام سیرخ هسته. بلکر صحیح. من خیلی گوشه که میوار دارم، لطف کنید نمره تلفونتان رو بر ما بده. بفرمایید. درست؟ درست؟ یک دفعه دیگه هم تکرار کنیم که صحیح باشه نمبر. از ما اول بگیم. بله. بله. درست؟ بله. بلکل صحیح شد. این میل نمبر خانیم. تشکر. اگر نیسته که اونجا باشه یا در اروپا آماده باشه یا در مثلا درشی یا شاید که میشه در تماس شو باز در مزن بیزنیم. انشالله حتما، انشالله که صدایتونم میشنوه یا اگر نشنیدن ما هر هفته اعلام میکنیم. تشکر از شما، خواهش میکنیم. تشکر از برنامه خوبی شما، خدا کنه صبرمو بیشنوه، لطفه بلای امین. انشالله. تشکر. تشکر از شما. زنده باشین. خداحافظتان. خداحافظتان. بله، جوینده آخری ما که بودن به نام سهیلا جان قیاسی که نام دخترشان مینا جان و منیجه جان هستک، در کالیفرنیا در بیریا زندگی میکنن که مدت 15 سال است که تماسشان قطع شده همراه دوستشان نجیبه جان. امیدوار که نجیبه جان صدای ما رو مشنوین و نشانی هایی که براتان پیشتر گفتیم حالا باز تکرار میکنیم چون تلفن آمد. محمد امین جان نام شوهرشان هستک و مسعود جان نام بچهشان هستک. نام دخترشان مریم جان هستک که در مکتب بی بی عایشه سر معلم بودن و نانویشان بی بی شیرین جان معلم بود همچنان. فعلا هم در شهر کانادا زندگی میکنین. امیدوار هستیم که صدای ما را بشنوین و برنامه ما را از کانادا ببینین و همراه ما در تماس شوین. بله، سلام علیکم، برای خط هستین، بفرمایین. بله، سلام علیکم. سلام علیکم صاحب. دیوار بخیر. تشکر، زنده باشین. الحمدلله شما هستین. شکر، زنده باشین. تشکر، یه وقت زحمت دادیم شما را. خواهش میکنم. برای یکی از دوستای باز میخواستیم که اونا را اگر لایف را بیادیم بخاطر یک کم تلفون تلویزیون شما بسیار تلویزیون خوب است و بیننده زیاد داره. تشکر، زنده باشین. سال می شود. بعد از مسکو اونا کجا رفتن گفتن؟ نیوزلند. خب بسیار خوب. اونا رفتن باز یک دو ماه بعد ما دیگه
بله. آره. ان شاء الله. نام خودتون؟ محمد رفیق. محمد رفیق جان، شما در کجا زندگی میکنین؟ ما در نیویورک. نیویورک؟ بله. از خودتون نشانی، نام برادر یا پدر چیز میتونین به ما دادن؟ از خود دیگه ما خودش بنام محمد نظیر بازور کرد چی کنه اینو برای مشناسن. خب انشاءالله. من تلفن رو بردارم نمره تانه برام لطف کنه. بله بفرمایید صاحب. درست؟ بله بله. بسیار خوب، تشکر از لطفتان. انشالله که اگر از شهر نیوزلند برنامه ما را همیال لایف اگر مشاهده کنن خصوصیتان را شنیدن، اگر نه هر هفته انشالله اعلام میکنیم، چرا نه، با امید خدا که پیدا میشن. تشکر از این برنامه میزنیتان و از این برنامه خوبتان. خواهش میکنم. تشکر از شما. خواهش میکنم. زنده باشین. شما همچنان. خدا حافظتان. شب شما هم خوش. خدا حافظ. سلام علیکم. دوستای عزیز، برنامه ما روزهای پنجشنبه از 6 الی 7 است به وقت کالیفرنیای شمالی. این برنامه پروگرام نو است و بسیار خوشحال هستیم که به این مدت کم اینقدر بیننده گرامی که ما داریم، بسیار خوش هستیم و پروگرام بسیار خوب پیش میره. بله سلام علیکم، برای خط هستیم، بفرمایید. اما صدای تلویزیونتون رو لطف کنین کم کنین، در این خط هستین، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید، در این خط هستین. تشکر، زنده باشید، شما خوب هستین؟ بله مادر خلیل جان، همی صدای تلویزیونتون رو لطف کنین کم کنین اگه میشه. نه چی میکنیم نمره تلفن رو استودیو منو میگیره؟ من روشان گب میزنم حتما انشالله. تشکر. تشکر. زنده باشین. تشکر. حتما تماس میگیریم من رایتان. با امان خدا. خدا حافظتان. بله دوستای عزیز، برنامه ما از 6 الی 7 شام از روزهای پنجشنبه. امیدوار که تمام دوستایی را که ما در جستجویش هستیم صدای ما را بشنون و به بسیار زودی زود ای چینل افغان تیاتر در انترنت انتقال داده میشه و از طریق وبسایت میتونین که باز برنامه را هر جایی که هستین در کامپیوتر، جایی که انترنت داشته باشین، به صورت زنده لایف ببینین و مشاهده کنین. اسامی هایی را که امروز خواندیم، یک بریک میگیریم، میریم یک آهنگ از طرف خود به شما دوستای عزیز تقدیم میکنم، بعد از او باز گپ میزنیم. وسلم
بله دوستای عزیز سلام علیکم میریم دوباره تلفن ها رو جواب میتیم بله سلام علیکم برای خط هستین بفرمایید سلام علیکم صاحب شما صاحب سهیل هستم بفرمایید سهیل هستم سهیل خواهش میکنم مهربانی دوست عزیز ما تلفن نمبر اشتباه گرفته بودن دوست عزیز برنامه امشب تا جایی که شنیدین دوستایی که در شهرهای ورجینیا یا کانادا یا هر مملکت دیگه که صدای ما رو میشنوین و پروگرام ما رو میبینین امیدوار که صدای دوستای خودتان و فامیلا و اعضای خیشایتان شنیده باشین و دیده باشین به صفحه تلویزیون نمبر تلفن هست میتونین زنگ بزنین و معلومات خود برای ما بانین که ما بتونیم از طریق همی برنامه تلویزیون که آرون جان در خدمت ما گذاشتن و بتونیم شما را پیدا کرده و دوستای هستن که 20 سال است 25 سال 30 سال است که از دای خود تماس تلفنیشان قطع شده دلیلش هم همیست که همگی ما مهاجر هستیم از مملکت از زمانی که جنگ بوده آواره هستیم در هر مملکت ایران یا روسیه یا جرمنی یا کانادا یا امریکا هر جایی که هست آواره شدیم و همدیگر گم کردیم که انشالله که به زودی زود از طریق همی تلویزیون و از طریق همی پروگرام پس همدیگر پیدا کنیم اسامی را وقت ما بسیار کم است که بعد از پروگرام ما پروگرام آرون جان شروع میشه ما تا چند دقیقه وقت دارم کوشش میکنم که تلفنتون هم جواب بدم و تیز کردم یا اسامی رو یک دفعه دیگه بخونم باز تا هفته دیگه گپ میزنیم باز بله سلام علیکم برای خط هستین بفرمایید سوهیل جان بله بسیار خوشحالم که همین نت شریف مونی و ما با جوانا واقعیت باعث امیدواری کلی هستن که تشکر دین خودمون همه هستن و قائم هستن تشکر سر تشکر بر میکنیم زنده باشید میکردیم و مسلمانی زنده باشید خوش هستیم که چند از اسلام خود رو خواهیم هستیم خیر ببینید تشکر سر
تشکر. خدا حافظتان. بله سلام علیکم، برای خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم، من مادر خلیل هستم. بله بفرمایید، پیشتر گپ زدیم امروزتان. بله بله خبر دارم مادر جان، در برنامه سابقی که برنامه اسلامی هم داشتیم شما همراه ما در تماس شدین، آرون جان زحمت کشیدن نفر روان کردن دیدنشانه و در دو سه هفته پیش شما در تماس شدین همراه ما، باز هم همراه آرون جان گپ زدیم، در جستجویش هستن، کمک میکنن، هر کمکی که دستشون بیای براتون میکنن. نمره تلفنتون هست همراهتون. تشکر سر، زنده باشه. ان شاء الله که جور میشه. شما زحمت میشه بعد از برنامه ما نمره تلفنتون داریم، امروز اونجا ما یک جای براتون زنگ میزنیم، امروزتون گپ میزنیم دربارش. تشکر شما، زنده باشین. تشکر، زنده باشین. با من خود بچه شون، تشکر، بزرگی شما رو میرسنیم. تشکر سایب، با من خدا، خدا حافظ. دوستای عزیز، نامه را یک دفعه دیگه مختصر اعلان میکنیم تا پیش از اینکه برنامه بعدی شروع شوه، وقت ما بسیار کم است. همشری عزیز به نام دلجان که به جستجوی دوست خود هستن، نام دوستشان دلجان هست، آسیب جان نام بچهشان است و شفی جان هم نام بچهشان است و یک دخترشان نامش گلالای جان است، امیدوار که از شهر دانمارک همراه ما تماس شوین. علیما جان خواهر دیگه ما که به جستجوی دختر ننوی خود می باشن، مکای جان، امیدوار هستیم که مکای جان همراه ما تماس شوین. علیما جان در شهر تکساس زندگی میکنن و 20 سال پیش در هرات مکای جان شما زندگی میکردن، امیدوار هستیم که این نشانی ها را که میگیم همراه ما در تماس هستیم که اولادهای علیما جان کوشش دارن که فامیل پدری خود از قبیل شما را پیدا کنن، بسیار فامیل دوست هستن، نامشان عزیز جان و مختار جان است و نام دخترشان خاطره جان و صدف جان، امیدوار هستیم که اینا فامیل محترم بتونن مکی جان همراه فرزندایتان پیدایتان کنه که نام پدرتان عبدالله جان استک، نام کاکایتان بسم الله جان و دادالله جان و میرالله جان خدا بخششان، مامایتان که شهید شده و نام فرزندتان هم فهیم جان استک، یک دختر هم دارین که نامش نمیفهمن، نامش ندارن، در دی خدا داد زندگی میکردین، امیدوار که همراه ما در تماس شوین. جوینده زندگی ما گلغتای جان میری که در جستجوی همسنفی خود هستن، آزاده جان، امیدوار هستیم که آزاده جان در هر جایی که باشین شما همراه ما در تماس شوین، در کابل هم صنفی بودین و در لابراتوار درس میخواندین همراه گلغتای جان و در وزیر اکبر خان هم بودین و گلغتای جان در جستجوی دوست دیگهشان به نام شمیم جان هستن که دارای 3 یا 4 خواهر میباشن که در مکتب آریانا هم صنفی بودن، امیدوار که هر چیز زودتر همراه ما در تماس شوین. و جوینده از دیگه ما محبت خانم با جستجوی دوستش هستن که قدسی جان نام داره، قدسی جان صحاب، محل زندگیشان در کابل هستک و در کارت 4 آرایشگاه داشتن، امیدوار که صدای ما را بشنوین و همراه ما در تماس شوین. محبت جان در پنسلوانیا زندگی میکنن، امید که همراه ما در تماس شوین. جوینده دیگه ما به نام فهیمه جان در جستجوی برادرش سلیم جان هستک که سلیم جان مدت 10 سال پیش قطع خط روان کرده بودین شما از کویت و بعد از اون دیگه هیچ احوال ازتان نداریم، امیدوار که اگر دوستای سلیم جان یا آشناهایشان کسی در کویت ما را تماشا میکنه برنامه ما را به نشانی هایی که نام پدرشان زبی جان است، نام مادرشان شیرینگل جان در خانه یاد میشن
و نام اصلیشان رحیمه جان هستک، نام خواهرایشان نسرین جان و قمر جان است. امیدوار که همراه ما سلیم جان در تماس شوین که خواهرتان فایمه جان در کالیفرنیا زندگی میکنن، در بیریا بتانیم شما را پیدا کردن. جوانده عزیز دیگه ما نام خدا نگفتن، از این منطقه بیریا هستن، در جستجوی دوست خدا هستن، غلام سرور زاره که مسئول محاسبه در امور عسکری بودن و مدت 13 سال خودش و فرزندش پسرش. امیدوار هستیم که غلام سرور جان و زاره همراه ما در تماس شوین. جوانده عزیز دیگه ما که در جستجوی کاکای خود هستن به نام محمد شفی جان که نام کاکایشان استاد بوکس هم هستن، استاد الف محمد جان است که بسیاری از دوستا و مردم ما میشناسیش. و استاد الف جان شما در جرمنی زندگی میکنین بسیار مدت زیاد میشه، 35 سال است تقریبا، و مدت 10 سال است که از شما خبر ندارن. امیدوار هستیم که به پروگرام ما زنگ بزنین و ما را در جریان بانین، نمره تلفنتان یا آدرستان را بر ما بتین. دیگه دو تا سه نفر دیگه ما داریم، امیرم تیزه کده براتان میگم و ما برنامه را مسپاریم به برنامه بعدی آرام جان. جوینده ایزی دیگه ما که در جستجوی نامشان قمر جان استک و شوهرشان دکتر سرور جان است، نام به جستجوی زیاگل جان هستن. امیدوار که زیاگل جان شما در آلان زندگی میکنین و برنامه ما را مشاهده میکنین، میتونین بر ما زنگ بزنین. جوینده عزیز دیگه ما به جستجوی دوستش است که نام خودشان حمید جان است و نام دوستشان هارون جان. هارون جان اگر شما برنامه ما را مشاهده میکنین لطفاً که همراه ما در تماس شوین. هارون جان سیف الله نام برادر جلال جان و میرویس جان است و نشانی که از 4 سالگی تا 13 سالگی هم صنفی بودین و بعد از سال 2008 که حمید جان به آمریکا میان تماسشان همراه شما قطع میشه. و دوست خواهر عزیز دیگه ما که سهیلا جان نام داره، سهیلا جان قیاسی به جستجوی دوست خود هستن به نام نجیبه جان که نام شوهرشان محمد امین است و نام فرزندشان مسعود جان، نام دخترشان مریم جان، نشانی که در مکتب بی بی عایشه سر معلم بودن و ننویشان بی بی شیرین جان معلم بود. فعلا در کانادا زندگی میکنین، اگر زحمت نمیشه برنامه ما را مشاهده میکنین با ما در تماس شوین. دوستای عزیز وقت برنامه ما به پایان رسیده، امیدوار هستیم که در هفته آینده شما را باز با خود داشته باشیم و اسامی که امروز دوستای ما زنگ زدن به برنامه تلویزیون همه گیر ما هفته آینده انشاءالله اسما را مرور میکنیم، در جستجویشان میباشیم تا وقتی که این عزیزای ما پیدا شوند و بسیار خبر خوشحال کننده میباشه. وقتتان را زیاد نمیگیریم، برنامه ما یک بار دیگه تکرار میکنیم، از 6 الی 7 شام روزای پنجشنبه به وقت کالیفرنیا شمالی است با چینل تلویزیون افغان تئاتر. تشکر، شما را به خداوند کریم میسپاریم. خداحافظ.